با عرض سلام و تقدیم ارادت مجدد به بخش چهارم برنامه مستقیم امروز میرسیم. امروز 16 ماه سپتامبر است سال 2018. ما مدت کوتاهی برای این قسمت فرصت داریم در ساعت مقرر. 4 ساعت برنامه زنده فیسبوک فرا میرسه و برنامه مجبور بسته بشه و دقایق دیگر استراحت میکنیم و باز میگردیم. از همه بینندگانی که در این بحث مهم مشارکت کردند و با من همراه بودند استدعا میکنم که به فیسبوک بازگردند و این موضوع مهم و حیاتی رو که با حقوق بشر و مهمترین حق بشر، حق امنیت و حق حرمت و حق استقلال و حق آزادی به اصطلاح ارتباط داره، این رو بیشتر و عمیق‌تر با حضور شما بررسی بکنیم. در ساعت پیشین در ارتباط با تنبیه زن در مرحله این که مرد تردید به اصالت و در واقع تابعیت زن داشته باشد، مطالبی به عرض شما رسید که گاهی از اوقات من از شدت ظلمی که در جامعه می شود و پذیرشی که در جامعه نسبت به قبول ظلم وجود داره چنان دچار هیجان می شوم که شاید هم اونقدر صدمه جسمی به من وارد می کنه این هیجانات که توان و انرژی حتی نشستن رو هم از من می گیره. ولی اینها هیچ کدامش نمایش نیست و به هر حال در این شبکه حجابی جلوی دوربین وجود نداره و ما سعی میکنیم که پشت صحنه و پیش صحنه ای وجود نداشته باشه و همه چیز و همه جایی رو که میبینید پشت صحنه باشه و همه چیز رو ببینید شما. و من وظیفه خودم میدانم که تمام عقاید و احساسات و منویات خودم رو بارزن در حضور شما قرار بدم و مشهود شما بکنم و از شما چیزی پنهان نشه. عقاید من و نظریات من در ارتباط با استنباط و استنتاج من از آیه های قرآن. سپاسگزاری میکنم از حمایت ها و محبت های استاد ابتهی، دوست و همکار ارجمند و کمک دائمی ما جناب علی سرشار با توجه به توضیحاتی که ارائه فرمودند و همینطور سپاسگزاری میکنم از همه بینندگان ارجمندی که ما رو در این مسیر دشوار و خطیر حمایت میکنند و همراه ما هستند. پیرو من نمیخوام کسی پیرو من باشه، کسی تابع من باشه. من خودم تابع خدا هستم. اگر کسی تابع خدا باشه همراه من میشه. من همراه شما هستم. همراه بودن با رهبر بودن بسیار متفاوته. من همراه شما هستم و شما هم انشاءالله همراه ما هستید، همراه یک دیگر هستیم. رهبر همه ما خداست و در این جهان رهبر همه ما که به اسلام عقیده داریم قرآن است و قرآن شاخص و پایه کار من در زندگی است و
از حدود قرآن و از استنباط خودم و با اتکای به عقلانیت خودم از قرآن خارج نمی شوم و هیچ نیرو و هیچ عاملی در این راه تا به حال من رو متزلزل نکرده، نه طمع، نه تطمیع در واقع، نه تهدید، هیچ کدام. این دو وسیله بسیار مهمی است که همیشه در تاریخ به کار می رفته، کهنه هم نشده هیچ وقت. یکی تطمیع است، یکی تهدید است. هیچ کدام اینها در من مؤثر نیست. نه من طمع به چیزی دارم و نه ترسی از چیزی دارم. انسان معمولاً تردید خودش رو به عنوان یقین به دیگران میفروشه و اسم این کار رو موعظه میگذاره. در مورد من تردید خودم رو به شما نمیفروشم، من یقین خودم رو با شما در میان میگذارم و به این کار هم ادامه خواهم داد. در توضیحات قبلی که آقای علی سرشار اشاره کردند و تایید کردند که مطالبی بوده ایشان هم شنیدند و احتمالاً توجیه هم می شود از نظر ایشان، کلمه ضرب در قرآن 58 بار تکرار شده. 58 بار کلمه ضرب در قرآن آمده و 34 معنای مختلف از واژه ضرب در قرآن آمده. یعنی قرآن ریشه ضرب رو، ضربه رو در 34 معنا در قرآن بیان کرده. 34 معنا. در یک مورد در قرآن دیده میشه که ضرب به معنای تنبیه بدنی است. اون هم وقتی پیامبری راجع به پیامبری تعریف میکنه که اون پیامبر چنین کاری انجام میداد. اما همونطور که اساتید من که شنونده من هستند و بیننده این برنامه هستند میدانند، در زبان عربی اون چه که حاکمیت میکند بر انتخاب واژه مشتق خاص و معنای خاصی از یک واژه شامل و در برگیرنده تنوع مفاهیم و معانی، تابع کامل حکمت و منطق اون جمله و عبارتی است که این واژه در اون جمله ذکر شده. و ما باید که به عنوان مثال کلمه ولی یا کلمه مولا هم معنی رهبر و سرپرست و آقا و بزرگ و مستر و دوست و حمایتگر میده، هم معنی اجیر و برده و غلام و در تحت اختیار به اصطلاح. یعنی کاملا بعضی از معانی میبینید که مخالف هم دیگه هستن، اصلا روبروی هم ایستادن، کاملا مغایر هستن با هم و گاه متضاد هستن. اینها همه در جمله بدون اینکه تردیدی ایجاد بشود در سراسر قرآن معنی میشه و هیچ اختلافی هم راجبش به وجود نمیاد. اما همونطور که عرض کردم، ما اگر به تاریخ اسلام نگاه بکنیم، به تاریخ ادیان قبل از اسلام نگاه بکنیم، به تاریخ شرک نگاه بکنیم، به تاریخ جادوگری نگاه بکنیم، به تاریخ دینهای مختلفی که در دنیا وجود داشته، بت پرستی های مختلف، سنگ پرستی های مختلف، مظهر پرستی های مختلف نگاه بکنیم، میبینیم که نقش قدرت و نقش ثروت و نقش شهوت، این مثلثی که در تمام طول تاریخ بشر همراه بشر بوده، حالا در متشابهات یا در بیانات احکام قرآن، هر کدامش که میخوای تصور بکنید، اولین کار در زمان اولین پیامبر به زبان قرآن انجام میشه و در واقع دو برادری که هابیل و قابیل باشند، جنایت از اونجا شروع میشه و قدرت طلبی از اونجا شروع میشه که بشر اساساً
اولین چیزی که یاد گرفته به قدرت رسیدنه، و چون قدرت تخم نداره که در زمین بکارید که زیاد بشه قدرت. قدرت کم و زیاد نمیشه، قدرت یک قطر مطلق ثابته در هستی، مثل اکسیژن میمونه که کم و زیاد نمیشه، مثل آب میمونه که کم و زیاد نمیشه. در این زمین و جو زمین که ما قرار داریم یک مقداری آب وجود داره، یک مقداری هم اکسیژن وجود داره، نه چیزی اضافه میشه به اینها نه کم میشه. ممکنه حالا با تجزیه و ترکیب اینها رو جابجا بکنن، ولی به هر حال اون محدوده‌ای که دور اینها هست که اندازه گرفته میشه اینها که چقدر هستن، اینها هیچ وقت عوض نمیشن. قدرت یک قدر مطلقی است که تغییر نمیکنه، یعنی افسایش پیدا نمیکنه یا کاهش پیدا نمیکنه. و هر آدمی، برای کسانی که به موضوع دینی نگاه میکنن، برای برطرف کردن نیازهای خودش در امکان او قدرتی نهادینه شده که بتواند رفع حوایج و در واقع رفع نیازهای خودش رو بکنه. قدرت هر آدمی برای این است که امکانات اون آدم رو تأمین بکند، و قدرت ساخته نمیشه. بنابراین وقتی یک آدمی رو شما نگاه میکنید که 10 برابر آدمهای دیگه قدرت داره، این از آدمهای دیگه یک مقداری قدرتهاشون رو گرفته، و هر چقدر که آدم قوی تر بشه آدمهای دیگه ضعیفتر میشن. این نسبت وجود داره. انسان به طور کلی با 3 شیطان درونی زندگی میکنه: شیطان قدرت، شیطان ثروت و شیطان شهوت. بین انسان و جهنم 3 چاه وجود داره که انسان از این 3 چاه باید بگذره، و در واقع این 3 تا دره، 3 تا چاه، 3 تا بیشتر گفت دره، شاید که در مقابل آدم، اولین درهی که آدم درش سقوط میکنه دره ثروته، که اون خیلی همگانیه. ثروت نه به معنای امکان، ثروت به معنای مازاد امکان، یعنی نه تنها رفع احتیاجات من رو میکنه که بلکه برای دیگران ایجاد احتیاج میکنه. توجه بکنید چه عرض میکنم، ثروت اون نیست که فقط برای شما رفع نیاز میکنه، اون یک امر مجازیه، اون شاید اسمش رزق باشه. شاید ثروت غیر موجه از دیدگاه قرآن عبارت است از امکاناتی که ثروت نوعاً یعنی امکان. ثروت به معنای امکاناتی است که، ثروت غیر موجه به معنای امکاناتی است که جلوی امکانات دیگران رو میگیره، یا افسایش امکانات یک طرف باعث کاهش امکانات دیگران میشود. یعنی با همون عنوان ثروت اگر معنی بکنیم، ثروت غیر مجاز عبارت است از دارایی هایی که، اموالی که، امکاناتی که باعث می شود که امکانات دیگران کم بشود و تحلیل برود، تا جایی که اگر تمام ثروت رو 100 واحد حساب بکنیم، اگر همه ثروت پلوی من باشه، همه فقر و همه نداری اون طرف خواهد بود. در این ترازو انسان وقتی که به ثروت میرسه، ثروت به این خاطر مورد قبول انسانه و مورد آرزوی آدم هست که ثروت با خودش قدرت میاره. یعنی ثروت یعنی امکان. وقتی که آدم امکاناتش جمع میشه، زیاد میشه، من دارای امکانات خیلی زیادی میشم، دارای ثروت خیلی زیادی میشم، چون جنس ثروت امکانه، و اضافه شدن ثروت یعنی اضافه شدن امکان من، کم شدن امکان شما، نتیجتا من دارای قدرت میشم، روی این امکان قدرت ساخته میشه، من دارای قدرت میشم، شما دارای ضعف میشید، و این قدرت و ضعف که در جامعه به وجود میاد کاملا مغایر عدالت اجتماعی است که قرآن توصیه میکنه، و همه اون نظام رو به هم میریزه. حالا من الان ثروت به دست آوردم در چاله اول، فرض کنید که حالا به زحمت از این چاله بیرون آمدم، این خود جهنم اوله، خیلی سخته از ثروت بیرون آمدن، خیلی سخته که آدم
ثروت رو رها بکنه. یعنی ثروت پول خون مردمه. این شما این ثروتی که الان دارید، 5 میلیون کودک یتیم آفریقایی با این امکاناتی که پلوی شما هست، اونها از تشنگی تا 10 روز دیگه میمیرند و شما دارید اونها رو میکشید. آبی که اونها باید بخورن به صورت قدرت و امکان در اختیار شما، پول اینها رو بهشون بده، بذار برن آب بخورن، نمیرن. 5 میلیون آدم دارن میمیرن. آدمی 1 دلار، این 5 میلیون دلاری که پلوی توه، پول خون اون 5 میلیون نفره. رها کنین رو بره، نمیتونیم. این یک نوع چسبی داره انسان به این شیطان درونی، شیطان ثروت، که نمیتونه رهاش بکنه. ولی دیده شده در تاریخ که بعضی ها از این بیرون آمدن. انسان وقتی دارای امکان میشه، اولین خاصیتی رو که از این امکانش میبینه شهوته. حالا شهوت به قمار، شهوت به لواط، شهوت به زناز، شهوت به آزار مردمه. یکی از شهواتی که از ثروت ناشی میشه قدرته. آدم شهوت به قدرت پیدا میکنه. اگر کسی در این شاه قدرت بیفته، به هیچ عنوان تا به حال در جهان دیده نشده، در تاریخ دیده نشده که کسی از این چاله، از این حفره، از این دره قدرت بتونه خودش رو بیرون بیاره. هیچ کس تا به حال دیده نشده. یک نفر در تاریخ وجود نده. کسانی بودن ثروت رو رها کردن، کم بودن البته، ولی بودند. اما هیچ کس رو شما نمیبینید که قدرت رو رها بکنه، چون قدرت یک شهوتی داره در خودش که ما فوق همه شهوات متصور انسانه. یکی از این شاخه های شهوت ناشی از قدرت، شهوت جنسی است. که شهوت جنسی در حالت معمولی یک نیاز طبیعی آدمه. همه آدم ها یک نیاز طبیعی، حالا یک کمی ممکنه که میانگین داشته باشه، ممکنه در بین آدما بعضیا سرد مزاج باشن، بعضیا گرم مزاج باشن، بعضی ها نیازهای جنسیشون رو با عشق و علاقه باید تأمین بکنن، برای بعضی ها نیازهای جنسی فقط یک نوع کار مکانیکال هست. این تفاوت ها رو آدم ها با هم دارن، ولی همه اینها تنوع رو نشان میده، هیچ کدوم از اینها تباین رو نشون نمیده. یک آدمی با حرارتی، یک آدمی کم حرارتی، یک آدمی میگه من رابطه جنسیم باید با عشق و علاقه و به قول خودشون آمور رو نمیدونم چی، از این حرفا تو هم باش. یک عده‌ای هم هستن اصلا حوصله این کارها رو ندارن، یعنی یک کار مکانیکی است، ما باید انجام بدیم، هورمونامون آروم بشه، بریم دنبال زندگیم. نگرش افراد به این موضوعات تفاوت میکنه، ولی در همه اینها شهوت شهوته. اما یک عده‌ای هستند که از این نیاز طبیعی عبور می‌کنند، به لحاظ داشتن ثروت، به لحاظ داشتن قدرت، از این مرزهای طبیعی تجاوز می‌کنند و به زبان قرآن احتیاج اونها تبدیل می‌شود به اعتیاد. یعنی ما دامنه بی‌عدالتی رو در جامعه وقتی نگاه می‌کنیم، جامعه‌ای که از عدالت خارج میشه، امکانات غیر معادل تقسیم میشه و نظم و تعادل بین امکان و نیاز در جامعه واژگون میشه و یک جامعه بی امنیت، بی مودت، غیر تولیدی خطرناک به وجود میاد. قدرت ها جمع شده یک طرف، ضعف جمع شده یک طرف دیگه. حالا این قدرتی که جمع شده در من ناشی از ثروتی است که جمع شده، امکاناتی است که جمع شده. ثروت من باعث قدرت من شده، قدرت من باعث شده که من شهوت پیدا بکنم. در درجه اول بالاترین شهوت من به قدرتی است که دارم. دومین شاخه شهوانی من لذت بردن از زندگی است، لذت شهوانی. اون لذت شهوانی مربوط به امور جنسی میشه و قرآن میگوید که شما هر وقتی که از احتیاجات طبیعی و عرفی خودتون خارج بشید، یعنی از مرحله احتیاج به اعتیاد برسید، در اعتیاد
منطق و عدالت وجود نداره. و وقتی کسی به جاده اسراف، به زبان قرآن اعتیاد نمیگه، اسراف میگه، وقتی که به جاده اسراف انسان سرازیر میشه و در اونجا میفته، مرتب این اعتیاد و اسرافش رو به تزاید میره. یعنی من روز اول اصلا هروئین نمیکشیدم، وحشت داشتم، بعد کم کم عادت کردم، یه کمی کشیدم یا خوردم یا تزریق کردم یا همین کارهایی که میکنم، خب تا دو روز خوب بودم. روز سوم کمی رفتم خواب میکردم، خمار شدم، مریض شدم، باز مصرف کردم. روز به روز مقدار مصرف من بالا رفت تا اینکه معتاد شدم، ولی اعتیاد من هم رو به افزایش، مرتب و مرتب و مرتب زیادتر بود. در واقع نیاز جنسی وقتی که از حد اعتبار احتیاج وارد اعتیاد میشه، تبدیل به یک بیماری میشه، بیماری غیر قابل علاج میشه، چون لذتش خیلی زیاده از قمار و از نمیدونم الکل و از مواد مخدر، از همه اینها بیشتره، همه اونها رو به کار میگیره که این تأمین بشه، و در راه تأمین این کارهای عجیب غریبی انجام میشه. و دین در نظر قدرتمند یکی از ابزار تأمین و توجیه، تأمین و توجیه شهوات غیر موجه انسان هاست. من از شما خداحافظی میکنم، دقایق دیگر، شاید 15 دقیقه دیگر باز میگردیم و ادامه این بحث رو با شما میدهیم. به فیسبوک بازگردید و میهمان من باشید یا میزبان من باشید، با ما باشید. خدا نگهدار.